أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد از بیان بخشی از آیات توحید و وحی نبوت به جریان معاد پرداختند. عده‌ای که منکر معاد بودند فکر می‌کردند که معاد عبارت از رجوع مردم بعد از مرگ به دنیاست. معاد را عود به دنیا فکر می‌کردند و چون مشاهده می‌کردند که مرده‌ها به دنیا بر نمی‌گردند انکار اونها بیشتر می‌شد. می‌گفتند اگر چون چه خدایی هست ما باید ببینیم و اگر فرشته‌ای هست باید بر ما هم نازل بشود. این که گفتن خدا را ما هم باید ببینیم حرف همه نیست، حرف کسانی که معرفت شناسی اونها در حد حس و تجربه است. شبیه اون چرا که بنی اسرائیل به موسی کلیم سلام الله علیه می گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یا می گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. یک همچه فکر و معرفت شناسی تمنی مشاهده خدا را با چشم ظاهر دارد معاذالله. در باره فرشته ها می گفتن همانطوری که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ملائکه نازل می شود بر ما هم نازل می شود، برای اینکه او هم بشر است ما هم بشریم. به حکم الامثال فی ما یجوز به فی ما لا یجوز واحد. در این بخش قرآن کریم بعد از نقل شبهات اونها در باره خدای سبحان فرمود اصلا او دیدنی نیست. نه تنها با چشم ظاهر دیدنی نیست، با چشم مثالی هم دیدنی نیست، فقط با چشم قلبی که با حقیقت ایمان است قابل دیدن است که شما اون را ندارید. که انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور. اینا به برکت اون دو تا پیامبر متمثل شدن و بعضی هم دیدن بر بشر که نازل نشدن. اینا مهمانان این دو پیغمبر بودن، بر این پیغمبرها وارد شدن نه برای اونها. اونا هم به برکت معجزه این دو پیامبر این وجودات مثالی را مشاهده می کردن. شاهد این که اینا وجودشون وجود مثالی بود این بود که وقتی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه مهمانی کرد برای اینها قضا و جا به اجل هنیز، دید دست اونها به طرف طعام دراز نمی شود، اهل قضا نیستند. معلوم می شود که جسم و ماده و غذاخور و امثال ذالک نبودن. پس برای اون دوتا پیغمبر نازل شدن یک. به معجزه اون دوتا پیغمبر چشم مثالی دی باز شد دو. اونا چند لحظه دیدن سه. نظیر جریان دهیه کلبی. خب این که فرمود در باره خدای سبحان اصلا قابل دیدن نیست، نه دیدن با چشم مادی نه دیدن با چشم مثالی. چشم مثالی همین است که انسان در حالت خواب سفرهای میکند، حرفهای رو میشنود، مناظر رو میبیند با اینکه این چشم مادیش بسته است. یه همچه دیدن مثالی و برزخی نسبت به ذات اقدس اله محال است. خدا را نه در دنیا نه در آخرت با چشم ظاهر نمیشه دید، یک با
چشم مثالی نمیشه دید دو، فقط با حقیقت غروب میشود شناخت، اون هم برای گروه خاص است. لذا درباره خدای سبحان اون چون مفروغ العلم بود جواب نداد. درباره فرشته ها فرمود فرشته بر شما نازل بشود که وحیی بیاورد، این چنین نیست. اما اصل شهود فرشته ها این برای شما هست وقتی که این چشم ظاهرتون از کار افتاد و چشم برزخی و مثالی شما باز شد، یعنی در حال احتضار که شما میبینید هیچ چیزی را این شخص محتضر نمیبیند، هیچ صدایی را نمیشنود، ارتباطش از دنیا کلن قطع شد، وارد عالم مثال شد. همون روایتی که مرحوم کرینی رضوان الله از ائمه علیهم السلام نقل کردن که مال او برای او متمثل میشه، فرزندان او برای او متمثل میشن و عملی او هم برای او متمثل میشه، در اون لحظه فرشته ها را میبینن. البته فرشته ها را با قهر میبینن که در دو قسمت از آیات قرآن دارد که تبهکار وقتی فرشته ها را میبینن اونها این انسان محتضر را میزنن که یضربون وجوههم و ادبارهم، که چرا چهره های اینها را میزنن، چرا پشت اینها را میزنن، هم تو آیات قبلی گذشت. فرمود یه لحظه در یه مقطعی اینها فرشته ها را میبینن، اما اون برنا خیلی سخت میگذرن. اینا توقع نداشته باشن که فرشته را ببینند و مشاهده کنند. مطلب بعدی آن است که همه به لقاء خدا می روند. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. هیچ کس نیست که به لقاء الله نرود. بعد الموت برای همه حق روشن می شود. لکن تبهکارها، مشرکان، منافقان، کافران و امثال زاده قهر الهی را میبینن، خدا را با اسماء جلالیه میبینن، انا من المجرمین منتقمون را میبینن. مؤمنان خدا را با رحم و عنایت و لطف مشاهده میکنن، با این تفاوت که گرچه برای ایمان درجات هست و برای کفر درکات، لکن مؤمنان اسماء حسنا را میبینند، برخی از اونها اسم اعظم را هم مشاهده میکنند، ولی کافران قهر الهی را فقط میبینند. قهرهای خدا در تحت اشراف مهر و رحمت خدای سبحان است. ما یه اسم اعظم قهار نداریم، اما اسم اعظم رحمان داریم. تو بحث‌های قبلم گذشت که اگر گفته می شود رحمت خدا بیش از غضب خداست، این یک بخش از مطلب است. عمدان است که رحمت خدا هم بیش از غضب اوست یک، و هم پیش از غضب اوست دو. اون چه که مهم است دومیست. دومی یعنی دومی. یا من سبقت رحمته غضبه، نه یعنی زادت رحمته علی غضبه. رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. یعنی مهندس و معمار و نقشه‌کش غضب رحمت است. کجا باید سوزند، کجا باید عذاب کرد، کی باید دستور بده، نقشه به دست کیه، مهندس کیه، معمار کیه، جناب رحمته. اون رحمت است که میگوید فرونجا بسوزان، فرونجا نسوزان. یا من سبقت رحمته غضبه. این بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که تو صحیفه آمده است ناظر به همین بخشه. تسعى رحمته امام غضبه. خدایی که غضب او به امامت رحمت او ظهور میکند و رحمت او امام و امام غضب اوست. پیشا پیش رحمت میاد جلو، نقشه میکشه، دستور میده که اینجا جای بهشت است، اونجا جای جهنم است، جای بگیروبند است. بنابراین رحمت مقابل ندارد، این رحمت خاص است که مقابل دارد به نام غضب. وگرنه رحمت مطلقه مقابل ندارد، چون رحمتی وسعت کل شی. بنابراین
کفار هرگز اون رحمت مطلقه، اون اسم اعظم رو مشاهده نمی کنن. اون رحمت خاصه است که مقابل غضب است، اون رحمت مطلقه است که مقابل ندارد. یک غضب مطلقی برای خدای سبحان نیست. شما در هیچ آیه، در هیچ روایت، در هیچ دعا، در هیچ زیارت نمیخوانید غضبه وسع کل شی، اما رحمتی وسع کل شی. همه جا سخن از رحمت واسع حق است و بر رحمت کلتی وسع کل شی. غضب مطلق برای خدا نیست. اون چی که برای خداست رحمت مطلقه است. اگر رحمت مطلقه است، پس غضبش طبق رحمت و عدل است. یعنی خدای سبحان برای اینکه به جامعه رحمت بفرستد، نظام را مرحوم خود قرار بدهد، بگیرو به بندی هم دارد، وگرنه میشه هرج و مرج. این عدل رحیمانه خداست که عذاب را تنظیم میکند. خب اگر اون رحمت مطلقه باشه، اون رحمت مطلقه را فقط مؤمنان میبینند، کفار این غضب خاص را میبینند. لذا نسبت به همین کفاری که در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، درباره همین کافران هم آمده است که انهم عن ربهم یومئذین محجوبون. اونا دیگه رحمت خاصه را نمیبینند، بهشت نمیبینند، طبق اون بیانی که قبلا گذشت. اولیا را نمیبینند، مؤمنون را نمیبینند، مردان حق را نمیبینند، مانند رحمت واسعه را هم مشاهده نمی کنن، برای اینکه اینا همه تو گودال تنگ نظری و محدوده تنگ به سر برده. بنابراین همه خدا را ملاقات می کنن، منتها بعضی جمال الهی را، بعضی جلال الهی را. اونایی که جمال الهی را نگاه می کنن درجاتی دارن، می توانن اون جمال مطلق را ببینن. اما اونایی که جلال و قهر الهی را می بینن درکاتی دارن، هرگز اینها به درجه نمیرسن، چه رسد درجه عالیه. لذا فرمود انهم عن ربهم یوم ازل محجوبون. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازل للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. این هجرا محجورا که چند وقت برش ذکر شده، یکی از اون وجوه همون بود که جناب زمخشری از سیبویه یا سیبویه نقل کرده که این هجرا محجورا به منزله معاذالله هست، این از ما دور باد، من ان ممنوعا، من ان ممنوعا. خب بله دیگه، یعنی به برکت وجود مبارک لوط بود که مشاهده کردن دیگه. این لوط پیامبر است، اون ابراهیم سلام الله علیه و پیامبر است، این فرشته ها برای اونها نازل شدن. گاهی به برکت پیغمبر هر اصلی اون حالت تمثل پیدا بشه. نظیر دهیه کلبی، دهیه کلبی آمده در اتاق در محضر حضرت، اما اونجور نبود که اگه در اتاق ببندن او نتونه بره بیرون. اینجور نیست، نظیر انسان نیست که اگر وارد اتاق شد در اتاق بستن او دیگه نتونه بره بیرون. اونجور نیست، به برکت اون پیغمبر این چینم هست. البته ملائکت العرض ممکن است احکام دیگه هم داشته باشن، نازل تر از اونها هم باشن، و دلیلی بر حصر ملائکه در اقسام مجرد محض یا مجرد مستکفی نداریم که. خب فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فرمود اینا کارهایی که کردن به حسب ظاهر اینا خودشون خیال میکردن کار خیره، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به نظر اینها این کارشون خیر بود، عبادت بود، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ولی به نظر واقع این به دنبال سراب رفتن است. در سوره مبارکه نور فرمود به این که کفار عملی که انجام میدن، اعمال اینها سراب است. سراب یعنی فریه محض. سراب غیر از صورت مرآتی است. صورت مرآتی چیزی تو آینه نیست، ولی راست میگوید. هر چرا که صورت مرآتی نشون میدهد حق است. یعنی یک شاخصی در خارج هست به صورت مرآتی رو نشون میده. صورت مرآتی دروغ نمیگه. کذب و فریه نیست. اما سراب کذب و فریه است.
اگر کسی راه بلد باشد و به این تشنه بگوید اون چرا که شما از دور میبینی سراب است، اونجا آب نیست، او تکاثر است، نه کوثر، کوثر جای دیگر است، این شخص گوش نمیده، پشت سر هم با تلاش و کوشش به دنبال سراب میره. وقتی که اعضا و جوارش از دست رفت، دست و پاش فلج شد و شکست و آخر عمر رسید، میبینه خبر نیست. حالا آتش هست یک، برای او روشن شد که سراب است دو، راه برگشت ندارد سه، کسی هم آب بو نمیده چهار. این که کافر تا زنده است، مشرک تا زنده است بت را میپرستد، اون روز برای او روشن میشود که سراب است. این که در این آیه فرمود ما اعمال اینها را هوای منصور میکنیم، این ظهور هوای منصور است، این کشف است در حقیقت، نه اینکه اعمال اینها یه واقعیتی داشت، حقیقتی داشت، بعد ما این را هوای منصور میکنیم. تو سوره مبارکه قاف آمده است به اینکه ما اون روز پرده را از جلوی چشم این شخص برمیداریم. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، نه عنا یا عن الواقع. خدای سبحان پرده ای ندارد که اون نور سماوات و ارض است. اسرار عالم هم پرده ای ندارن، چون آیات بیان و شفاف و روشنن. این پرده جلوی چشم خود این کافر و مشرک و منافق است و دست بافت خود اوست. خود او این پرده را بافت و جلوی چشم خودش آویخت و ما این پرده را کنار میزنیم که اعیانهم فی غطاء عن ذکری، ما این غطاء را در قیامت برمیداریم. نفرمود ما قطار از خودمون برمیداریم، از پرده بیرون میاییم یا اسرار عالم را بی پرده نشون میدیم. آیات بیان معناش بی پرده بودن است، نور السماوات والارض معناش بی پرده بودن است. هم خدا نور السماوات والارض است بی پرده به در آمده، هم اسرار عالم بی پرده است. اما این پرده جلوی چشم خود کافر و مشرک و منافق است که فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا وقتی پرده کنار رفت معلوم میشه این به دنبال سراب میرفت، نه اینکه یه واقعیتی بود خدای سبحان ای رو به صورت هوا منثورا در آورده. گرچه بعضی از چیزهایی که ستبر و غلیظ و محکمن اونها را خدای سبحان هوا منبس می کند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه اذا وقع آمده که بست الجبال و بستا فکانت هوا منبسا، این هم اون کار میکند. یعنی خدای سبحان که وقتی بخواهد صحنه قیامت را ترسیم بکند، اول این کوه ها را به منزله رمل یک جا جمع شده میکنند. شما ببینید این گردباد در این بندهای کبیری گاهی تلی از شن درست میکنه، این کوه نیست چون ریشه ای نداره، سنگی نداره، بادها یک گردباد یه مقدار شن رو جمع کرده بالا آورده. این تخییبا مهیلاست، اول این کوههای ستبر ریشه دار سنگی رو مثل یه تلی از شن درست میکنه که نه ریشه داره نه سنگ است نه سنگی، از این ضعیفتر و رقیقتر میکنه که الاهن البنفوش میکنه، مثل اون پنبه ندافی شده، از این ضعیفتر و رقیقتر میکنه فکانت هوا منبثا. بعد اگر سوال کردن به این که قیامت که میخواد درست بشه خدا این کوها رو جواب میکنه یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اینا رو پودر میکنه، اول به صورت کثیف مهیل در میاره، بعد به صورت اهن منفوش در میاره، بعد به صورت پودر در میاره، بعدم معلوم شه خبری نیست. پس بنابراین ممکن است یه چیزی که به حسب ظاهر مستحکم است خدا او رو هواء منصور قرار بده، ولی در جریان اعمال مشرکین این چیز نبود که اعمال اینها متقن بود، عمود بود، عماد بود، مستحکم بود، بعد خدا این را هوا منصور قرار داد، این سراب بود. بعد کشف غطا شد معلوم شد که این هیچ واقعیتی نداشت، فجعلناه هوا منصورا.
از چند نظر با اهمیت این مطلب را ذکر کرده. فهم ما میدون میاییم، خب این که فهم ما به میدون میاییم خود قدرت نمایی کند دیگر. و قدم لا اله ما عملو، بعد کلمه هوا خودش پراکنده شدن است دیگه، نیازی به منفورن ندارد. این هوا منصور نظیر قردتن خاصه این است، این یکی بس رستی که موصوف برای تأکید و احتمام. غیرده خاصه، خود غیرت باعث خسران و خسارت و تحقیر و خاصه بودن و فرومایه بودن دیگه. هوا یقینا منصور و پراکنده است، ولی این تأکیدش برای اهمیت مسئله است. پس هم از در مبدع فائلی با تأکید بیان شده فما به میدان میاییم، هم از در مبدع قابلی فرمود او رو ما ذرات ریز میکنیم، بعدم فرمود منفوره. خب مطلب دیگه این که فرمود در برابر اینها اصحاب جنت هم. اصحاب جنت در اون روز جایگاهشون خوبه و قرارگاهشون خوبه. این قیلوله نشون میداد که این بخش مربوط به مسئله برزخ است. قیلوله اون استراحت نیمه روز است. در بعض از آیات دارد که عذاب الهی آمده، هم قائلون، هنوز در خواب قیلوله بودن که عذاب الهی آمده. در بهشت محض شاید اصلا نومی در کار نباشد، همش صحنه یقظه و بیداری است. اما در بهشت برزخی چون جریان قیلوله و نوم مطرح است، فرمود به این که و احسن و مقیلا. اما این کلمه خیر و کلمه احسن این معنای افعال تفضیلی رو ندارد که بهشتی ها بهتر از جهنمی ها باشن یا جای بهشتی ها بهتر از جای جهنمی ها باشد، این طور نیست. وزیر اولوالارحام بعضم اولا بعضن که افعال تعیینیست و نه تفضیلی، اینجا هم خیر به معنی خوب بودن است نه بهتر، احسن به معنای حسن است نه معنای احسن. و اگر معنای تفضیلی داشته باشد به لحاظ گمان اونهاست، اونا گمان میکردن که کارشون خوب است. خدا میکنم برفرض کار شما خوب باشد، اصحاب جنت کارشون بهتر از شماست. برفرض جایتون خوب باشد، جای اصحاب جنت بهتر از شماست. پس بنابراین این خیر و احسن یا معنای تعیینی دارد نه تفضیلی، یا اگر معنای تفضیلی دارد به لحاظ توهم اونهاست. مطلب دیگه این که مال، فرزند، ازواج، اینا گاهی فتنن، گاهی دشمنن، گاهی هم خیرن. مستحضرید که هیچ چیزی بیرون از جان آدم نیست که به ذات زار یا نافع باشد، و اگر چیزی زار یا نافع است تعلق و وابستگی انسان است به او. اگر مال کسی که خیر است در راه صحیح مصرف می کند خیر است، خود اون مال ذاتاً خیر نیست، این تعلق عاقلانه این خیر است که از اون مال بهره حسن می برد و این مال او را پاک می کند، که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که در سوره مبارک توبه گذشت که این تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. این صدقه یعنی همون زکات و وجوه شرعی. این وجوه شرعی، پرداخت وجه شرعی و مال، باعث طهارت صاحب مال است، نه اینکه مال پاک می شود، خود شخص پاک می شود، مال که آلوده نیست. این که فرمود صدقتن تطهرهم نه تطهرهم، معلوم میشه خود این صدقه، این کار خیر باعث طهارت خود شخص میشود. اگر مشرک باشد که روشن است انما المشرکون نجس، و اگر مشرک نباشد، موحد باشد، مؤمن باشد، در حد خودش قبل از پرداخت وجوه شرعیه نقص رو دارد. بر تقدیر عمل درباره مال
کیفیت وابستگی به تعلق به مال یا بده یا خوب، وگرنه خود مال نعمت الهی است، فرزند نعمت الهی است، ذاتن اینها نه نافعند و نه زار. اگر از جای حلال باشد این مال خیر و رحمت و برکت است و مانند. اگر تعلق از راه صحیح نباشد و آلوده باشد، هم درباره مال، هم درباره فرزند، هم درباره زن آمده. منتها در بعضی از آیات زن و فرزند آمده، در بعضی از آیات مال و فرزند آمده. اگر فرمود مال اینها باعث خسارت اینهاست، فرزند اینها مایه خسارت اینهاست، ناظر به هم بدرفتاری شخص نسبت به مال و فرزند است. در بعضی از آیات نظیر اونچه که در سوره مبارکه نوح آمده، آیه 21 سوره نوح این است که قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. مال اینها دشمن اینهاست، فرزند اینها دشمن اینهاست، مایه خسارت اینهاست. پس اگر در بعضی از آیات دارد که بعض ازواج و اولاد عدو به شما هستند، اینها حاصل نیست که دشمن انسان فقط فرزند ناصالح باشه یا همسر ناصالح باشه. مال حرام هم دشمن انسان است. در سوره مبارکه توبه اونجا فرمود خدای سبحان با مال اینها میخواد اینها را عذاب بکند. فرمود مبادا از داشتن مال اینها شما در تعجب باشی. آیه 55 سوره مبارک توبه این است: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا. خدا میخواهد به وسیله مال و فرزند اینا را عذاب بکند. خب اینا اگر دشمنی نباشه، اگر سوء برداشت نباشه، اگر تعلق سوء نباشه که باعث عذاب نیست. تعذیب شخص است به وسیله مال، به وسیله فرزند، برای اینکه مایه خسارت است. اون چی که البته مایه خسارت است، تعلق بیجا، کسب حرام و مانند آن است. و تزهق انفسهم و هم کافرون، همین ها باعث میشه که اینها در قیامت هم گرفتاری خواهند شد. در سوره مبارکه اسراء هم آمده است به این که آیه 64 سوره اسراء آمد که واستفز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد. خب اگر انسان یه شریکی داشت به نام شیطان، این شریک مال بود و شریک ولد بود، این شریک چه سهمی دارد؟ انسان رو به کجا میبرد؟ اگر کسی با مال غیر مخمس این اون مال را مهریه زنش قرار بدهد، مصداق بشارکون فل اولاد می شود. این ولد مشترک بین پدر و شیطان است. ایمنش. خب اگر ولد مشترک بود بین انسان و شیطان چه می کند با او؟ و شارکون فل اموال ول اولاد. تو بعضی از تعبیرات آمده که اگر کسی نامحرمی را ببیند به شوق رسیدن با او با همسرش هم بستر بشود، مصداق بشارک و فل اولاد است. این چنین نیست که آدم نگاه نامحرمانه بکنه، به بیگانه دل ببنده، با حلال خودش جمع بشه و شیطان حضور نداشته باشه. این طور نیست که هر گر یک فرزندی ناصالح درآمد، همچنین رایگان ناصالح درآمده باشه. این طور نیست. و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم. اگر شریک مال شد چیکار میکند؟ یا وعده میدهد به باطل، یا وعید میدهد از حق. میگه اگر در خیصت کردی فقیر میشی. غافل از این که وجود بارکه از دمی سلام الله علیه فرمود اگر وضع مالیتون ضعیف شد، اذا املغتم فتاجر الله بالصدقه. اگر دیدید مشکل مالی دارید، به قرض افتادید، زندگی یه مقدار برای شما دشواره، تجارت کنید. با کی تجارت کنید؟ با خدا.
چجور تجارت کنید؟ یه مقدار صدقه بدید. خب باور کردن این حرفها یه هنر دینی میخواد. مقود ازا املقتم املاق شده قرآن کریم تو سوره مبارکه انعام امثالا آماده اونجا گذشت. اینکه املاق به معنی فقر نیست، خشیت املاق معنی خشیت الفقر نیست، بلکه این لازم اون فقر است. چون انسان ندار که دستش تهیست به تملق میافتد، انسان متملق گرفتار املاق فقیران است. اگر گفتن خشیت املاق یعنی خشیت الفقر المنتهی الی الاملاق، خشیت الفقر الموجب للتملق، انسان ندار تملق میکند. بالاخره این گفتن تا میتوانید یا مال پیدا کنید یا استغناء طب، برای همینه اگر خدای ناکرده یه جامعه یه کشوری یکی از این دو را نداشته باشد، وقتی بیگانه تهدید کرد او ناچار تحمل کند. یا باید اون هنر را داشته باشد که مسائل اقتصادیش رو به نصاب برساند، یا اگر اون هنر را نداشت از نظر قدرت روحی به استغنا برسد، که دومی بالاتر از اولی است. انسان بتواند از چیزی بی نیاز باشد بهتر از آن است که به وسیله او بی نیاز باشد. به هر تقدیر اگر استغنا نشد لااقل قدرت غنا باشد. فبود اگر می ترسید به چاپلوسی و تملق بیفتید با خدا تجارت کنید. او فرمود ارحامتون همسایاتون رو دریابید. من کاملا جبران کنم. این است که فرمود اگر خدای ناکرده کسی کسب حرام کرد شیطان شریک اوست، و اگر مال حرام عین او نزم عین او رو مهریه قرار داد شارکون فل اولاد می شود یک، و اگر با نگاه نامحرمانه انگیزه پیدا کرد شارکون فل اولاد می شود دو. خب اینا رو ذات اقدس اله مشخص کرده که اولاد و اموال فی نفسه برکتند و خیر و رحمتند. کیفیت بهره‌برداری اونها، درآمد اونها، هزینه اونها به دو قسم حلال و حرام تقسیم می شود، و اگر چون که حرام بود لم یزده ماله و ولده الا خسارا می شود، شارکم فی الاموال و الاولاد می شود. بعد اون آیه سوره مبارکه توبه دامنگیر می شود که لا تعجب که اموالهم و اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا یک و تذهب انفسهم هم کافرون دو. بنابراین اینا چه در بخش اعمال، چه در بخش اولاد، چه در بخش اموال مشکل جدی داشتند. همین مشرکان، همین کافران، به خدا فرمود به قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا و احسن مقيلا. الحمد لله رب العالمين.